سرخط خبرها. سیاست عملگرایانه ازبکستان در قبال افغانستان. وزیر خارجه ازبکستان ناتوانی جامعه جهانی را در حل مشکلات افغانستان تأسف‌وار می‌داند. ازبکستان سیاست عملگرایانه را در قبال افغانستان دنبال می‌کند. ما کمک به بازسازی اقتصادی و توسعه زیربناهای ترانسپورتی و انرژی آن را ادامه می‌دهیم. واکنش امارات اسلامی به انتقادها در مورد نقض حقوق بشر. امارات اسلامی میگوید که انتقاد کشورها در مورد وضعیت حقوق بشر نادرست از و منابع نامعتبر است. جوادونه او جهتونه لوري د افغانستان اسلامي امارت د بشر د حقوق او پنقص او جنسيتي تبعيض پرنول بي ځای دي. افغانستان کې د بشر حقوق خوندي دي او له هیڅ چا سره تبعيضي چلند نه کیږي. متاسفانه داسې هڅه روانه ده. بهره برداری از بند توره در ولایت زابل. معاون اقتصادی رئیس وزرا میگوید آنچه را میگویند به آن عمل میکنند. و پیشنهاد آتش بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله سوی امریکا و چند کشور دیگر. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه پنجم میزان سال 403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. ازبکستان سیاست عملگرایانه را در قبال افغانستان دنبال می کند. وزیر امور خارجه ازبکستان می گوید که کشورش سیاست عملگرایانه را در قبال افغانستان دنبال می کند و به بازسازی اقتصادی و توسعه زیربناهای ترانسپورتی و انرژی این کشور کمک می کند. بختیار سعیدوف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک می افزاید که افغانستان بخش جدایی ناپذیر از آسیای مرکزی است و کلید ثبات و توسعه پایدار منطقه در حل مسئله افغانستان نهفته است. و ابراز تأسف می کند که جامعه جهانی هنوز نتوانسته است مشکلات در افغانستان را حل نماید. امارات اسلامی از این سیاست ازبکستان استقبال می کند. وزیر خارجه ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک میگوید که کشورش سیاست عملگرایانه را در قبال افغانستان دنبال میکند و میخواهد که به بازسازی اقتصادی و توسعه زیربناهای ترانسپورتی و انرژی این کشور کمک کند. ازبکستان سیاست عملگرایانه را در قبال افغانستان دنبال میکند. ما کمک به بازسازی اقتصادی و توسعه زیربناهای ترانسپورتی و انرژی آن را ادامه می دهیم. آقای سعیدوف می افزاید که افغانستان بخش جدایی ناپذیر از آسیای مرکزی است و کلید ثبات و توسعه پایدار منطقه در حل مسئله افغانستان نهفته است. و ابراز تأسف می کند که جامعه جهانی هنوز نتوانسته است مشکلات در افغانستان را حل نماید. ما بالای پروژه کار میکنیم تا خط ریل افغان ترانس ایجاد شود. از طریق این پروژه به بنادر جهانی دسترسی پیدا میکنیم و بالای اقتصاد منطقه و سیان تاثیرات مثبت دارد. موضوع کلیدی برای عملی کردن این پروژه و پیشرفت باثبات در منطقه مربوط به مشکلات افغانستان میشود. افغانستان بخش اساسی آسیای مرکزی است. متاسفانه جامعه بین الملل نتوانسته که وضعیت چالش برانگیز در این کشور را تغییر دهد. امارات اسلامی نیز میگوید که پروژه خط آهن افغان ترانس یکی از پروژه های مهم میان دو کشور است و پیشرفت هایی در این زمینه به وجود آمده است. موږ د ازبکستان دغه مثبت دریز هرکلی او تایید کوو. افغانستان هم د خپل اقتصاد محور او متوازن خارجي سیاست له مخې غواړي له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره مثبت اړیکې لا پراختیا ومومي. نور هیوادونه دي هم د ازبکستان او ځینو نور هیوادو په څیر په افغانستان کې د شته ثبات او امنیت په نظر کې نیولو سره څرګند اړیکو پر پراختیا تمرکز وکړي. یقینا چې افغانستان د اسیا یو مهم او د جیو ستراتیژیک موقعیت درلودونکی هیواد ده او په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل موثریت خوندي ساتلی دی. وزیر امور خارجه ازبکستان همچنان تصریح می کند که مرکز آموزشی برای افغانها در شهر ترمز توسعه خواهد یافت. سعیدوف به ایجاد مرکز بین المللی تجارتی در ترمز اشاره کرد و گفت که هدف آن ایجاد فضای مناسب برای تجارت است.
امارات اسلامی میگوید که متهم کردن حکومت سرپرست به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی از سوی برخی از کشورها بجان است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارات اسلامی می افزاید که حقوق بشر در افغانستان محفوظ می باشد و با هیچ کس برخورد تبعیض‌آمیز صورت نمی گیرد. از سوی دیگر وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا، هلند و شمار از نمایندگان کشورها در باره حقوق زنان افغان در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگو کردند. در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل و در حاشیه آن یکی از موضوعاتی که درباره افغانستان بیشتر مطرح شده مسئله حقوق زنان است. به تازگی هم وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هلند درباره حقوق زنان افغان در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردند. وزارت خارجه آلمان در بیانیه اعلام کرده است که در این دیدار وزیران خارجه آلمان، استرالیا، هلند و کانادا به همراه نماینده های برخی از کشورهای اسلامی توافق کردند که امارت اسلامی را مجبور به عملی کردن تعهدات خود کنند. نشانه هایی باشه از این که روی کرد جهان نسبت به تغییر وضعیت زنان در افغانستان جدیتر شده و مطالبه گری جهان از حاکمیت فعلی افغانستان در این قسمت بسیار پررنگتر و جدیتر شده. حاکمیت فعلی افغانستان اگر تا کنون سعی کرده که بیتفاوت نسبت به چنین درخواست هایی و چنین در واقع پرسشگری هایی که برحق هم هست عبور بکنه، اما دیده میشه که بعد از این براحتی نمیتونه بیتفاوت نسبت به وضعیت زنان در افغانستان عمل بکنه. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که متهم کردن امارت اسلامی به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی از سوی برخی از کشورها بجا نیست. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کس هم برخورد تبعیض‌آمیز صورت نمیگیرد. با گفته حمدالله فطرت، تلاش‌ها جریان دارد تا بر اساس معلومات نادرست از سوی چند تن علیه افغانستان پروپاگاند صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود. د ځینو هیوادونو او جهتونو له لورې د افغانستان اسلامي امارت د بشر د حقوقو په نقص او جنسیتي تبعیض تورنول بې ځایه دي. په افغانستان کې د بشر حقوق خوندي دي او له هیچ چا سره تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه داسې هڅه روانه ده چې د څو تښتېدلو ښځو په خوله په افغانستان پسې پروپاګند وسي او وضعیت ناسم وشي. بحث حقوق بشر زنان یکی از موضوعات جنجالی و حل نشده میان امارت اسلامی و جامعه جهانی است و هیچ یکی از طرفها از موقفشان کوتاه نیامدند، بل محدودیت ها شدید و انتقاد هم بیشتر شده است. مهاجران اخراج شده از ایران از آزار و اذیت و شکنجه مقام های ایرانی شکایت دارند. برخی از این مهاجران میگویند که حکومت ایران افراد دارای پاسپورت و ویزه برحال را نیز اخراج میکند. مقام های سرحدی در ولایت هرات گفتند که افغان ها در جریان اخراج از ایران با شکنجه فیزیکی و روانی روبرو میشوند. گزارش از خدیجه کوهستانی. این روزها مهاجران افغان در ایران روزهای سختی را می گذرانند، زیرا ایران عزم خود را جزم کرده تا مهاجران بیشتری را به افغانستان بفرستد. مهاجرانی که به افغانستان برگشت داده می شوند از آزار، اذیت و شکنجه مقام های ایرانی شکایت دارند. هم در کارت می نراتم مراتم مسائل ده که چی مرد نورده ده بدبختی اخلاص و نمی پدری که مرکیجه نمی در تج و در وجه دلاس مرکیجه پر لاری بانی سم مصیبت تای تا پزرو خلق انسانان پا کت از والا پر لاری بانی چی در تج سپات از والا در وجه سپات از والا دیگه آمدین دیگه چکار که مجبوریت داریم به افغانستان. خدا کنه که افغانستان هم یک کاربار پیدا شد که ما ایشالله یک کاربار با خانواده ما تایره کرده بتانیم. همچنان بر اساس گزارش ها، افغان ها در جریان اخراج از ایران با شکنجه فیزیکی و روانی نیز روبرو می شوند. ایران به مهاجران گفته است که در ظرف یک هفته این کشور را ترک کنند و یا هم هر فرد بالاتر از 18 سال مبلغ $2,375 سپرده بانکی داشته باشد. پیران که در افغان مهاجران و دستون زده حل پاره مروز لخپل و لارو حتی که او در بحرانه چار و او د مهاجرینو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو په دې برخه کې هلې ځلې کوي. د ایراني مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې دي او لا هم کوشش کوي چې په ایران کې د کډوالو شته ستونزو ته هر څومره عاجل رسیدنه وکړي.
در همین حال برخی از افغان‌های مقیم در ایران می‌گویند که بر علاوه تشدید محدودیت‌ها بر مهاجران افغان، حالا ایران افراد دارای پاسپورت و ویزه برحال را نیز اخراج می‌کند. پاسپورت هیچ اعتبار نداری. او که در ایران در پولیس و مخ ورغلی که پاسپورت ولری او که ونه لری با دوی بانی فرق نست. پرون ما پیجندل زما کلیوال و تقریبا څلور نفره د پاسپورتو سره چې هر یو هم دوی دوی میاشتې وخت غوښتی ویزې یې همهغه یې دیپورت. بیا یو بل کس مې پیژندی چې هم دوی په خپله هغه کارت کاریګري ورته وایي، هغه کارت یې کاریګري هم ورکړی و چې یو میلیون دوه سوه به هغه کارت کاریګري ورڅخه اخلي. هغه هم په جیب کې و دا کارت یې کاریګري د پاسپورت د ویزې یو بل کارت ورکړي د بیمې د هغو سره یې واړوئ. کشورهای همسایه باید بکوشد بر اساس حسن همجواری و برای بهبود روابط حسنه کار کنند و مشکلات مهاجرین را به دید حقوق‌بشری نگاه بکنند و چالش ها را از طریق گفتمان های دیپلماتیک و روابط سیاسی که می تواند. امارت اسلامی بارها از کشورهای میزبان مهاجران افغان خواسته که مهاجران را به گونه اجباری اخراج نکنند و بگذارند که آنان به خواست خود به کشورشان برگردند. اما ظاهراً کشورها به ویژه ایران و پاکستان به این خواست تمکین نکردند. بند تورهی ولایت زابل با بهره برداری سپرده شد. این بند که با هزینه 127 میلیون افغانی ساخته شده در 4 کیلومتری شهر قلات مرکز این ولایت قرار دارد. ظرفیت ذخیره آن 2.9 میلیون متر مکعب آب، پوشش 560 هکتار زمین زراعتی و تولید 61 کیلووات برق را دارد. معاون اقتصادی رئیس الوزرا میگوید آنچرا که امارت اسلامی وعده داده به آن عمل میکند. با بهره برداری رسیدن بندر توری که جدیداً به نام بند عمری تغییر نام داده شده است، معاون اقتصادی رئیس الوزراء هنگام افتتاح این بند میگوید که امارت اسلامی آنچه را که وعده داده آن را عملی ساخته و آنان پروژه های بیشتر را در این ولایت عملی خواهند کرد. چه کم وعده به اسلامی امارت در مشرطابه سه او گر از در تریوکشت مسئول پوری چه کم خبر او که انشالله اگه به عملی کیجه. صرف موږ د ولس د خطا ایستلو دپاره داسې څه نه وایو چې موږ به داسې وکړو، هسې به وکړو، په عمل کې شی نه وي. انشاءالله چې کوم مسؤولین دي که شپه یې کو راځي د دې ولس دپاره خپلې هڅې او خپل زحمت و تکلیف ګړندی کړی دی. پروژه بند توری در 4 کیلومتری شهر قلات مرکز ولایت زابل قرار دارد که به ارزش مجموعی بیش از 127 میلیون افغانی برای کنترل سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی تطبیق شده است. داغ کارون دی اسلامی نظام خپل پور ادا کوي د خپل ملت په مقابل کې اقتصادي کارون په مخ روان دي. آقا دی خوشتیپی کانال خوبا تا شاوری دل ریش الحمدلله پیغو بانگی. دا تاریخ که دیر آقا که خبر دا دی افغانستان. چی دی افغانستان وزیر دی کل دی پراختیا وزیر جی آقا دی بریشم پلار باندی جی واخان تزان رسی سرک جوڑی او افغانان لچین سروسل کهی. یقینی دا ایچ پروژه تطبیق کرده. دا مشتاش تنویش دا یو پروژه دا زابل لپاره. موږ به کوشش داوی چې د زابل لپاره ډېر کارونه وکړو، ډېر خدمتونه وکړو، هر وزارت یې په خپل چوکاټ کې وکړي. این بند با ارتفاع 23 متر دارای ظرفیت ذخیره 9.5 میلیون متر مکعب آب و ظرفیت تولید 61 کیلووات برق بوده، 560 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار می‌دهد که هزاران خانواده از آن مستفید می‌شوند. توری بند په مجموع کې 500 هکتار زمکه خړوبوي او 2.5 میگاوات د برېښنا د تولید د ظرفیت لري. او مخکې هم اشاره ورته محترم عادل صاحب وکړه ده چې دغه اوږدوالی یا طول چې ده 6.5 متره ده او ارتفاع د دې بند چې ده ټول 4.5 متره ده او 2.9 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي.
د دې غتر څنګه به موږ د زابل ولشت لپاره یو دی وبو شبکه جوړو. البته هغه پاینده کار کې ده چې هغه په 15000 کورنۍ ته په مستقیم ډول باندې د خوراک پاکي وبور کوي. زابل یکی از ولایت های محسوب می شود که در 20 سال گذشته کمتر پروژه انکشافی در آن تطبیق شده است و حالا مردم این ولایت از امارات اسلامی می خواهند که گام های بیشتر در توسعه این ولایت بردارند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 15 مقام ارشد آمریکایی را مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان اعلام کرد. مایکل مکال رئیس این کمیته همچنان پیشنویس قطعنامه ای که جو بایدن رئیس جمهور، کاملا هریس معاون رئیس جمهور، زلمه خلیزاد و شمار دیگر از مقام های دولت بایدن را به دلیل عملکرد ضعیفشان در قبال خروج سربازان آمریکایی از افغانستان محکوم میکند به کانگرس ارائه کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که توافقنامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایط جهت خروج امن نظامی بود. در حالی که بیشتر از 3 سال از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان میگذرد، اما هنوز هم این مسئله در میان سیاستگران و مقامهای ایالات متحده به عنوان یک بحث جنجالی باقی مانده است. در تازه ترین مورد، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 15 مقام ارشد آمریکایی را مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان اعلام کرده و بر پاسخگو قرار گرفتن آنها تاکید کرده است. مایکل مکال همچنان پیشنویس قطعنامه ای که جو بایدن رئیس جمهور، کامالا هریس معاون رئیس جمهور، زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان و شمار دیگری از مقامهای دولت بایدن را به دلیل عملکرد ضعیفشان در قبال خروج سربازان آمریکایی از افغانستان محکوم می‌کند به کانگرس ارائه کرد. امروز ما برای حل مشکل اولین قدم خود را برداشتیم و آن ایده از کسان و رهبرانی که در خرابی های وضعیت دست داشتند و غفلت وظیفوی کردند را مسئول قرار می دهیم. آنها عبارت از جک سالیوان مشاور امنیت ملی، جاناتان فینر معاون مشاور امنیت ملی و دستیار رئیس جمهور، الیزابت شروت رندال مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی، جن ساکی دبیر پیشین مطبوعات کاخ سفید، برایان مکاین معاون پیشین وزارت خارجه، راس ویلسون سفیر سابق آمریکا در کابل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نت پرایس سخنگوی پیشین وزارت خارجه، گرت شال ارچ رئیس دفتر وزیر دفاع و کولا کال معاون پیشین وزارت دفاع در امور سیاست گذاری که همه آنها مسئول خروج فاجعه بار آمریکا از افغانستان هستند. مایکل مکال خواهان پاسخگو کردن این مقام‌های ارشد حکومت بایدن از سوی کانگرس شده است. او همچنان بر شفافیت در روند پاسخگویی این مقام‌ها تاکید کرده و گفته که مردم ایالات متحده، سربازان و خانواده‌های قربانیان مستحق این پاسخگویی هستند. دولت بایدن و هریس نه تنها این فاجعه را به عنوان یک شکست نپذیرفته، بلکه آن را به عنوان یک موفقیت اعلان کرده است. هرگز کسی از خانواده های قربانیان آمریکایی برای این ناکامی عذرخواهی نکرده است و این تنها مجلس نمایندگان و مراسم اعطای مدال طلای کانگرس بودند که از این خانواده ها عذرخواهی کردند. در همین حال زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به اظهارات مایکل مکال میگوید که توافقنامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایط جهت خروج امن نظامی بود. توافقنامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایط جهت خروج امن نظامی بود. طالبان توافق کرده بودند که یک دولت جدید برای افغانستان تشکیل میدهند و احتمالاً سیاست‌های حقوق بشری آن به طور جداگانه و متعاقباً بین آنها و دیگر شهروندان افغانستان مذاکره می‌شود. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که خروج آمریکا از افغانستان تصمیم دشوار اما درست بود، زیرا او به طولانی‌ترین جنگ آمریکا پایان داد. معاون سیاسی رئیس الوزراء گفته است که پس از حاکمیت امارات اسلامی در تمامی کشور، جنگ، نفاق قومی و سمتی به پایان رسیده و افغانها در یک گلیم جمع شدند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شمار از بزرگان قومی ولایت کنر افزوده است که امارات اسلامی نظام مشترک همه افغانها است و تمام افغانها حق مالکیت آن را دارند. دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء با شمار از بزرگان قومی ولایت کنر. در این دیدار بزرگان قومی کنر از برقراری نظام اسلامی ابراز خرسندی کرده و از هر گونه همکاریشان با امارت اسلامی اطمینان داده است. آنان خواستار تنظیم تشکیلات اداری در مناطق دورافتاده شده و گفتند که جوانان کنری آمده خدمت در صفوف امارت اسلامی هستند.
مولوی عبدالکبیر در این دیدار افزوده است که امارت اسلامی نظام مشترک هم افغان هاست و تمام افغان ها حق مالکیت آن را دارند. این مقام امارت اسلامی افزوده است که پس از حاکمیت امارت اسلامی در تمام کشور جنگ و نفاق قومی و ستمی به پایان رسیده و تمام افغان ها در یک گلیم جمع شدند. بدون شک مدت 3 سال شد که در افغانستان جنگ وجود نداره. روزانه 500-600 جوان ما کشته نمیشه. ولی مردم افغانستان یک جای با امارت اسلامی افغانستان باید کارهای بکنن که ایسل و ثبات پایدار بمان. مولوی عبدالکبیر اطمینان داده است که مشکلات مردم ولسوالی غازی آباد را به منظور حل آن با ادارات مربوطه شریک میسازد. ده چی ده ایمال وقت دی اسلامی امارت چارواکی دی صلح خبر کهی ده خدا خو صلح استحکام تا ضرورت لری آقا بود دی خلکو سر فکری اوالای دی خلکو نا دی رای خستن آوام ده آقاسی اقتصادی رفرم کول پا هیواد کی ده چی پا طول افغانان پا دی هیواد پا تصمیم گیره کی سر شریک شین و دا بیا دی دیمی دی پارا صلح و ثبات مستر اولی. از سوی دیگر معاون سیاسی رئیس الوزراء با شماره از دکتران وزارت صحت آمد نیز دیدار کرده و گفته که امارت اسلامی به خاطر خودکفایی بخش صحت در کشور به دست کادرهای افغان کار را آغاز نموده است. به گفته ای وی دکتران کشور در شرایط دشوار به مردم خدمت می کنند و حکومت سرپرست ضمن حمایت از آنها تلاش می کند تا تسهیلات لازم را برای آنان فراهم سازد. نوباب مکتب در نو ولسوالی ولایت هلمند با هزینه 71 میلیون افغانی ساخته می شود. سنگ تهداب یکی از این مکتب ها در ولسوالی مارجا به هزینه 8 میلیون افغانی گذاشته شد. باشندگان ولسوالی مارجا ساخت این مکتب ابراز خرسندی می کنند و می گویند که تجهیزات مورد نیاز این مکتب نیز فراهم شود. تلاش ها برای ایجاد مکاتب در ولایت هلمند آغاز شده است. در یک اقدام تازه به همکاری مالی یونیسف و نهادهای کمک کننده، نوباب مکتب در نو ولسوالی هلمند به هزینه 71 میلیون افغانی ساخته می شود. به گفته مسئولان محلی کار ساخت و ساز این مکاتب نو مرا در بر خواهد گرفت. کار این پروژه ها با گذاشتن سنگ تهداب یک مکتب در ولسوالی مرج این ولایت به هزینه 8 میلیون افغانی آغاز شده است. در این به جنوب ولسوالی کم در نو شوندیو چنوی جدید تاسیس شوندیدی نه باب ده هغه د پرانیست مراسم هم په مرجع ولسوالی پر سر رسول. مونږ د یونیسف مالی مرسته باندې د هلمند په جنوبی ولسوالیو کې په نه ولسوالیو کې په هر ولسوالی کې یو باب مکتب جوړو. دا د دې ټول مالی لګښت چې ده هغه 1,215,022 افغانۍ ده. رئیس معارف ولایت هلمند میگوید که در سال گذشته در بخش معارف این ولایت 8000 تشکیل جدید منظور شده است. د اسلامی امارت تر اتاک سره موږ د هلمند په ولایت کې د خپلو د نوی نسل د روزنې لپاره 8,385 تشکیل هغه په مختلفو ولسوالیو کې توزیع کړی دی. علما مو استخدام کړی دی. د اسلامی امارت ته بودیجه څخه ودوی ته معاشات ورکول کیږي. باشندگان ولسوالی مارجا از ایجاد مکتب خرسندند، اما خواهان فراهم شدن تجهیزات مورد نیاز این مکتب هستند. پیتا کاری پیندش پیتا کاری کیجی که مورد ماری پیمزه کرده رالا. خموشتا نو مکتب ملاوستاوی چی مکتب را تجور چی تعلیم بکیو که بچانو تعلیم و که مورد خوش پینجیری سویو. مورد وقت تیاری دا اینده بچان بم تعلیم و که. گوشتونی مدادی چیز مورد معلمان کم دی، معلمان غارو او کتابون نلری. د کتابو کومې مودې باج الکان دي چې کتابونه دوه ورته رسیدلي لوی کتابونه نه لري. بر اساس گفته های مسئولان در حال حاضر 33 باب مکتب در ولسوالی مارج ولایت هلمند فعال است که 20 باب مکتب آن ساختمان ندارد و 12 باب مکتب آن در اثر جنگ های گذشته تخریب شده است. باشندگان ولایت بلخ از قیمت بودن دوا در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنان یک سو قیمت ادویه بلند است و از سوی دیگر اکثر دواها کم کیفیتند و مریض را بهبود نمی بخشد. در همین حال ریاست صحت عامه بلخ از جمع‌آوری و حریق 50 تن دوای کم کیفیت و تاریخ گذشته خبر می دهد. این دواها از مناطق مختلف ولایت بلخ از سوی ریاست صحت عامه این ولایت جمع‌آوری شده.
انواع مختلف دوا که به گفته مسئولان صحی تاریخ مصرف آنها گذشته است. مسئولان سهتام بلخ همچنان میگویند که نظارت دوامدار از دواخانه های این ولایت جریان دارد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. دواهایی هستند که نیر اکسپایر هستند، دواهایی هستند که تاریخش گذشته است، از ولسوالی ها، از ولایت، از دواخانه ها، از شرکت ها تقریبا به تعداد 50 تن هستند که در روی میدیا عدر شدن و سوزنده میشد. از سوی دیگر باشندگان بلخ اما از وجود دواهای کم کیفیت در دواخانه ها و قیمت بلند آن شکایت دارند و میگویند با توجه به فقر و بیکاری مردم توانایی خرید دوا را ندارند. قیمت چی خیلی بالا است، مردم غریب بیچاره بسیار ناتوان است، گرفته نمیتونه. اندک دوایی که میگیره اینجا که بری در داخل دواخانه 800 1000 میشه. ما مردم غریب از کجا کنیم که 800 1000 پر بیاریم دوا بخریم؟ د امارت اسلامی سخم را فرض دی چې دا دوایی چې دی ارزانه که او بل دواخانو ته دی دا هغه و کی چې کم دوا چې مریض ته ضرورتی باید هغه مطابق دوا ورکړي دوی. فروشندگان دوا اما میگویند مطابق قانون سهتامه دواها را به فروش میرسانند، اما بلند بودن تعرفه های گمرکی نیز روی قیمت دواها تاثیر میگذارد. فرموده مردم هم صحیح است تا جایی ما نمیم که نیه والا دوا قیمت نیست، دوای تیزر دوا ما از خود هر دوا جنبه خود داره، دوا مثال خوب و خراب داره. دوا ما داریم که یک پاکت پاراستامول داریم مثال 5 رفع قیمت ده 10 رفع قیمت شد، یک پاراستامول داریم که ما 30 رفع 40 رفع تا 50 رفع پاکت پاراستامول هست. این در حال است که بسیاری از مریضان به دلیل کم کیفیت بودن دوا و نبود تشخیص درست ناگزیر می شوند تا برای تداوی به کشورهای دیگر بروند. شفاخانه حوزوی هرات با نو دستگاه دیالیز تجهیز شد. این نو دستگاه جدید دیالیز از سوی کشور امارات متحده عربی با حضور وزیر اطلاعات و فرهنگ و مسئولان محلی هرات به شفاخانه حوزوی تحویل داده شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور در جریان تحویل دهی این دستگاه ها با اشاره به ساخت خانه برای سیلاب زدگان بغلان، غور و هرات از سوی امارات متحده عربی از همکاری این کشور ابراز قدردانی نمود. خیرالله خیرخواه می افزاید که امارت اسلامی نیز همکاری و تلاش های همه جانبه را در راستای اجرای پروژه های این کشور در افغانستان انجام داده است. با این حال غلام محمد حنیفی معاون ریاست سهتامه هرات می گوید که به خاطر کمبود دستگاه های کافی در بخش دیالیز بیشتر با مشکلات زیاد در شفاخانه حوزوی مواجه بود. ما یه هر روز یک عالم مریض داریم که حیات خور یاده میکنن توسط از دستگاه. بنان از نظر معنوی ارزش بسیار کلان داره و میتونه در قسمت پایین آوردن وفیات مریضایی که بعد هم کفایی کلیه مصابستن پیشرفت قابل ملاحظه داشته باشه. در رابطه با دیالیز ظرفیت ما ظرفیت زیادی، الحمدلله 9 دستگاه اینا هسته و 5-6 دستگاه دیگه هم از ما فعال میشه. دیگه ظرفیت که هست، یعنی با ماه وقتی که ما برای 500 مریض دیالیز میکردیم، حالی دیگه معلوم داره که برای بیش از 700 تا 800 مریض ما میتونیم که اینجا دیالیز کنیم. امتحان رقابتی سیرت النبی با اشتراک نزدیک به 3500 تن در ولایت تخار برگزار شد. مسئولان محلی این ولایت میگویند که آنان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام این آزمون رقابتی را میان محصلان، متعلمان و شاگردان مدرسه دینی این ولایت راه اندازی نمودند. اشتراک کنندگان از برگزاری همچو برنامه ها ابراز خرسندی میکنند و خواهان راه اندازی برنامه های بیشتر اسلامی. راه اندازی امتحان رقابتی سیرت النبی میانی هزاران تن در ولایت تخار. مسئولان هدف از برگزاری این امتحان را شناخت بیشتر جوانان از سیرت نیک و راه و روش پیامبر بزرگ اسلام و نهادی نسازی برنامه های دینی و اسلامی در میان جوانان این ولایت عنوان میکنند. سید مدرسی شاگردان، دی پانتو شاگردان، دی مکتبو شاگردان، دی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سب خبر سی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوکو. زمک پیغمبر سوک دا. زمک دا پیغمبر نسب سوک دا. سی خپل پیغمبر دا شاگردان تا معلوم سی. بیش از 3500 جوانا و نوجوانا هم از مطالبین، محصلین و شاگردوی مدارس جو عملا
اشتراک و امتحان سیرت النبی حضور دارند. این برنامه به غرض استعدادیابی، رشد و ظرفیت فکری و اندیشه جوانان و آشناییشون با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. در این آزمون رقابتی بیشتر از 3000 جوان اشتراک کردند. اشتراک کنندگان میگویند که بیشتر از یک ماه برای حضور در این امتحان آمادگی گرفتند و راه اندازی چنین برنامه ها را به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان و شناخت آنان از زندگی و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مؤثر و مهم میدانند. سیرت ما متاثر طول زندگی ده میدی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی ما متاثر معلومات پیدا کو او بل په دغه جامعه کې دغه فعلن دغه جامعه سره په دې جامعه کې باید موږ تاسو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت متعلق او خپل د اوس کفار معلومات لري د خپل غنه دین نو موږ تاسو معلومات نه لرو. این رقابت های سالم که هسته باعث میشه که مثلا شاگردا دغه بخش مطالعه بکنه و امتحان های خصوصا امتحان سیرت نبی که ما مثلا دغه بخش مطالعه میکنیم ثواب فوق العاده به ما داره و یکی از معلومات های به ما زیاد میشه. یکی دیگه ایکسه که ما در برای پیامبرمون معلومات زیاد حاصل میکنیم. در گام جایی که مثلا ما بخواییم در برای دعوت بکنیم میتونیم در معلومات های خود استفاده بکنیم. شماری از اشتراک کنندگان دیگر میگویند که برگزاری برنامه های اسلامی به معلومات آنان میافزد و میخواهند برنامه های اینچنینی بیشتر برگزار شود. بسیار خوشحال هستیم که امروز این تو یک برنامه علمی و دینی را گرفتن و بعد این تو برنامه زیاد گرفته شود تا اینکه محصلین و علما و مدرسین و متعلمین تشویق شوند و این برنامه بعد زیاد گرفته شود تا به خاطری که امو تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بفهمیم و دین خدا بشناسیم. سید بسم الله الحمدلله ما شکر میکنیم از امارات اسلامی دیگه خصوصا از کمیته که از امتحانات به اسلام برگزار کرده دیگه ما بسیار زیاد خوشایند هستیم. دیگه امید است که در آینده امتحانات گرفته شود و علاوه از رابطه در سیرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آگاهی حاصل میکنیم. به گفته مسئولان با اعلام نتایج این آزمون برای 40 تن از اشتراک کنندگان که بیشترین نمرات را از نمودند جوایز نیز در نظر گرفته شده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید که هدایت الله بدری سرپرست این وزارت بر رهبری هیئت در یک سفر رسمی بر روسیه رفته است. با گفته سخنگوی این وزارت این هیئت به هدف اشتراک در هفتمین نمایشگاه مجمع بین المللی انرژی روسیه آزمان کشور شده و این هیئت تلاش میکند تا توجه شرکت های روسی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در رأس یک هیئت عازم مسکو شد. این هیئت در هفتمین مجمع بین‌المللی تولید انرژی اشتراک می‌کند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم با نمایندگان شرکت‌های بزرگ استخراج نفت روسیه نیز دیدار خواهد کرد تا توجه آنان را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان جلب نماید. دیروز سرپرست وزارت معدن و پترولیم الحاج ملا هدایت الله بدری در رأس یک هیئت عازم کشور روسیه گردیدند. در این سفر محترم الحاج ملا هدایت الله بدری در هفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی روسیه اشتراک خواهد داشتند و همچنان در این سفر سه روزه خود جهت جلب سرمایه گذاری و توسعه نفت و گاز افغانستان با تعداد سرمایه گذارا و شرکت های بزرگ روسیه دیدار و ملاقات های نیز خواهد داشت. بخش خصوصی هم اشتراک نمایندگان امارت اسلامی را در این نشست مهم می‌دانند و می‌گویند که این هیئت از این فرصت باید استفاده کند و در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری با جانب روسیه گفتگو کند. سفر وزیر معدن و پترولیم امارات اسلامی افغانستان به روسیه از نظر راهبردی برای افغانستان حائز اهمیت است. هر کشوری که تعامل اقتصادی با افغانستان داشته باشه باید از فرصت‌ها ما استفاده بکنیم. با روسیه میتونیم که در استخراج مواد نفتی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و همچنان واردات مواد نفتی که روسیه که از بزرگترین صادرکننده های مواد نفتی هست در دنیا میتونیم که از این فرصت استفاده شود که با قیمت مناسب تن مواد نفتی خود وارد بکنیم. آگاه‌ها نیز می‌افزایند که هرگاه سرمایه‌گذاران روسی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، نقش مهم در رشد اقتصاد کشور خواهد داشت. چې تر ټولو مهمه موضوع چې په دغه نندارتون کې ځانګړې شوې د برېښنا په خاطر ده، نو د برېښنا لپاره موږ ډېر زیات اړین ضرورت لرو چې دغه سنا سلا نورې هم پسې زیاتې شي او په دغه سې نړیوال نندارتونونو کې د اسلامي امارت رهبرۍ ته او همدارز مسؤولو وزیرانو ته وخت ورکړل شي تر څو دغه پروسه په کامیابۍ سره مخته لاړ شي.
در حال حاضر افغانستان ظرفیت تولید هزاران مگاوات برق از طریق منابع مختلف دارد و تلاش شود که شرکت های روسی در بخش تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنند، زیرا رشد صنعت در کشور ربط مستقیم به نیروی برق دارد. نمایشگاه بین المللی سه روزه تولیدات داخلی در ننگرهار پایان یافت. مسئولان میگویند که از این نمایشگاه 30,000 تن بازدید کرده و چندین قرارداد نیز به امضا رسیده است. پایان نمایشگاه بین المللی سه روزه تولیدات داخلی در ننگرهار. در این نمایشگاه که تولیدات داخلی در 130 غرفه به نمایش گذاشته شده بود، 30,000 تن بازدید کرده و به ارزش چند میلیون افغانی قراردادها نیز بسته شدند. دلتا تقریبا 15,000 شاوخا اشخاص پکې ګډون کړو او مجموعي شکل یو 30 غرفه وی چې دوه پکې د بهرنی هیوادونو د افغانستان د پاکستان اسلامي جمهوریت او دارنګي د ایران اسلامي جمهوریت دوه پکې ګډون کړو او نور د یو سلو تعداد باندې د خپل د نګرار غرفه وی او د مطابقتي اتي شوی د نور ولایتونو نه پکې وی. برخی از آگاهان اقتصادی برگزاری نمایشگاه ها را برای بازاریابی با تولیدات داخلی مهم می‌دانند و میگویند که راه اندازی نمایشگاه ها ادامه یابد. در تونل از دل لپاره ډیر مهم دی چې خلک د خپل تولیدات څخه خبر شي، د هغه په ګټه باندې پوه شي او د هغه لارې بیا خپل منطقو ته خبر ورکړي، نور خلک ته خبر کړي، تر څو د دې د بازارمندنې یو اساس ګڼي. یعنې در تون د بازارمندنې یو ډیره مؤثره طریقه ده او د پرمختګ لپاره خبر ورکوي. اشتراک کنندگان نیز میگویند که باید این ګران نمایشگاه ها در چند مرحله برگزار شود تا آنان بتوانند برای تولیداتشان بازاریابی کنند. د ولسی خلکو دا توقع ده چې باید کم ځای کې مرو دغه سنندارتون جوړ شي او خبر شي، راشي خپل د تولید د خپل د هواد د تولیداتونه ځان خبر کی، ځان آشنا کی. در این نمایشگاه چندین غرفه به زنان تجارت پیشه نیز اختصاص یافته بود تا آنان نیز بتوانند به صنایع دستیشان بازاریابی کنند. نرخ ارزها سوجو و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا با من میرسد. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.